خب در این ویدیو میخوام بپردازم به راه هایی که شما بتونید سریعتر به علامت های سرکلید و یا اینکه اگر علامت سرکلید ها رو داشتید به اسم گام مینورتون دست پیدا کنید یه نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که در گام های مینور دیزدار فقط دو تا گام هستش که لفظ دیز ندارن یعنی می مینور و سی مینور گام دیزدار هستند منتها خب لفظ دیز رو در کنار اسمشون نمی بینیم. چون در خصوص مثلا فا دیز مینور دو دیز مینور ر دیز مینور لفظ دیز که میاد خودش داره لو میده که این گام مینور دیزدار هست و فقط باید ببینیم که چطوری علامتش رو پیدا کنیم ولی می مینور و سی مینور دو تا استثناست یا اینها رو میتونید حفظ کنید که مثلا می مینور یه فادیز داره سی مینور دو تا دیز داره یا اینکه مثلا ببینید از می شما یک پرده بالا حرکت کنید می یک پرده بریم بالا به فادیز میرسیم یعنی به علامت سر یا مثلا از سی یک پرده که بریم بالا به دو دیز میرسیم پس توالی دیز ها رو باید حفظ باشیم که بتونیم بگیم فادیز دو دیز حالا در خصوص مابقیشون که اصلا دارن لو میدن هم همین داستانه یعنی مثلا فادیز مینور اگر میخوایم ببینیم علامت سرکلیدش چیه یک پرده که بریم بالا از فادیز به سولیز میرسیم پس توالی دیز ها رو مینویسیم یا میشماریم و به علامت های اونجا میرسیم مثلا فا دو سول فا دیز دو دیز سل سه تا دیز برای گام فادیز مینور در نظر میگیریم حالا فرض کنید اگر علامت سرکلید رو داشتیم و میخواستیم که اسم گام رو پیدا کنیم کافیه که از آخرین علامت یک پرده به پایین حرکت کنیم مثلا وقتی به ما میگن یک مینوری داریم که 6 تا دیز داره یا اصلا این علامت فادوسور لامی این برای چه نوع مینوری هست شما کافی از آخرین دیز که می دیز هست یک پرده به سمت پایین حرکت کنید به ردیز میرسید پس اسم گاممون میشه ردیز مینور یا مثلا برای این یکی گام شما میبینید چهار تا دیز توالی علامت هامون هست فا دیز دو دیز سول دیز ردیز از ردیز یک پرده به سمت پایین حرکت میکنیم به دو دیز میرسیم پس دو دیز مینور میشه اسم این گاممون بعضی از دوستان هستن که مثلا تسلطی که دارن روی گام های ماجور خیلی زیاده و میخوان از روی سریعا از روی ماژور نسبیشون بیان این علامت سرکلید یا مثلا اسم گام رو پیدا کنن مثلا یه گامی رو میبینن یه فادیه اولش داره سریعا به این میرسن که خب این سول ماجوره از سول ماجور شما اگر یک سوم کوچک هم به پایین بیاید به مینار نسبیش میرسید یعنی میشه می پس این روش هم جواب میده هر کدوم از این روش ها رو که شما استفاده کنید درسته اگر اسم گام فادیز مینور رو به شما دادن و شما خواستید که ببینید این چه علامتی سرکلید داره میتونید یک سوم کوچک از فادیز بالا بریم به چه نوتی می رسیم؟ به لا لا ماژور چه علامتی سرکلید داره تا دیز داره فادو سل پس هر دو این روش ها جواب میده در خصوص مینورهای بملدار خب ما میبینیم یک سری از این مینورها لفظ بمول نداره چطوری میتونیم که متوجه بشیم این مینورها مثلا ر مینور چطوری میتونیم متوجه بشیم که بمولدار هست یا دیزدار همون روش اولی که در حالت دی دار ها توضیح دادم کافیه که از اسم گام یک پرده به سمت بالا حرکت کنید ببینید از ره یک پرده که میریم بالا به می میرسیم یعنی به علامت دیز نمیرسیم پس میتونیم متوجه بشیم که این مینور مینور بمول داره حالا برای مثلا فرض کنید ره مینور کافیه که یک سوم بزرگ به پایین حرکت کنیم به آخرین بمولش برسیم وقتی که از ر یک سوم بزرگ به سمت پایین حرکت میکنی به سی بمول میرسیم یا از نوت سول ببینید سول مینور من نمیدونم مثلا دیز داره یا بمول داره از سل یک پرده میرم بالا به نوت لا میرسم چون به لفظی تحت عنوان دیز نرسیدم پس این گام دیزدار نیست حالا برای پیدا کردن علامت سرکلیدش از نوت سل یک سوم بزرگ رو به پایین حرکت میکنم به می بمول میرسم توالی بمول ها رو که حفظ باشیم میشه سی بمول می بمول دو تا علامت بمول این گام برای خودش اختصاص میده یا مثلا از نوت سی بمول سی بمول خب خودش داره مستقیما لو میده که جزء گام های بمول دار هست منتها سی بمول مینور همون روش اول یعنی کافیه که یک سوم بزرگ به سمت پایین حرکت کنیم تا به آخرین بمول برسیم میشه سل بمول توالی بمول ها رو که حفظ باشیم سی می لا ر سول پنج تا بمول به خودش اختصاص میده حالا اگر علامت سرکلیدی داشتیم و خواستیم بدونیم که این چه مینوری هست مثلا یک گامی داشتیم که چهار تا بمول در ابتدا وجود داشت توالی بمول ها سی می ره کافیه که از آخرین بمول یک فاصله سوم بزرگ به سمت بالا حرکت کنیم که میشه نوت فا فا مینور میشه اسم گام یا مثلا اگر شش تا بمول داشته باشیم باید ببینیم اسم گامش چی میشه از آخرین بمول یک فاصله سوم بزرگ به سمت بالا حرکت میکنیم سی می لا ر سل دو این دو بمول یک سوم بزرگ به سمت بالا میشه می بمول اسم گام میشه می بمول مینور یا اینکه شما سریعا ماژور نسبیشون رو پیدا کنید و بعد بیایید بگید که این شامل چه اسمی یا چه گامیه مثلا وقتی که به شما میگن سول مینور چه علامتی سر داره اگر بخواید ماژور نسبیش رو پیدا کنید از سول یک فاصله سوم به سمت بالا حرکت میکنید یک سوم کوچک به سمت بالا حرکت میکنیم، میشه سی بمول ماژور سی بمول ماژور دو تا بمول داشت سی بمول و می بمول یعنی شما خیلی سریع میتونید که از دوش ماژور نسبی یا علامت سرکید رو پیدا کنید یا اسم گامو یا مثلا به شما میگن یه گامی داریم یه دونه بمول داره چه مینوری هست شما سی بمول رو سریعا ممکن بگید فا ماجوره. از فا یه فاصله سوم کوچک به سمت پایین حرکت میکنیم مینور نسبیش میشه ر مینور این نکات رو یک جا یادداشت کنید برای خودتون برور کنید دقیقا درک بشه جا بیفته چرا که فوقلاده به شما کمک خواهد کرد